چند سالتونه؟ 43 سال. 43 سال؟ بله. پیر شدین؟ نه آخر نمیدونم آقا، من سردارا بود تیم سال. حالا جنرال هایی که تو کشور دیگه میبینیم معمولا محسنتر از این قضیه. ما روزی که خرمشهر شما بودیم 19 سالم بود. شوخه میکنین؟ نه خیلی. وقت چی بودین؟ بسیج بودین؟ بسیجی که ایشالله حتما بودیم. نه حالا من یعنی منظورم تو به هر حال توی گروهی بودید پاسخ. بله نخه بودید. من فرمانده بودم موقع. من 20 سال سالتون بود. بله 20 سالم بود. بله من 20 سالگی فرمانده، من 19 سالگی فرمانده تیپ امام رضا بودم، 20 سالگی موقع آزادسازی خرمشهر فرمانده لشکر نصر بودیم. فرمانده لشکر؟ بله. نه کپ کردیم. من همین 3 شب قبل 4 شب قبل زنگ زدم با خانواده شهید مهاجر، مادری که در یتیمی 2 پسر داشته، این 2 پسرشو با زحمت و مشقت بزرگ کرد، با زحمت و مشقت، محسن و حسین، هر دوی بچه‌ها تو جبهه شهید شدن، جنازه هیچ کدومشون هم نیومد، هنوزم که هنوزه نیومده. مادرش پیر شده به من میگه فلانی، هنوز که هنوزه، زنگ در خونه رو که میزنن، تلفن که زنگ میزنه، فکر میکنم که هنوز ممکنه خبری از محسن یا حسین بیارن. ما اینو میفهمیم، میفهمیم که نباید بازی کنیم، نباید ریاکاری کنیم، نباید دروغ بگیم، نباید تهمت بزنیم، نباید سرمون رو پیشر کسی نا کسی پایین بیاریم. این بحثی که بعضا من دیدم این گونه دنبال میکنن که اونهایی که فتنه گری کردن مثلا اگه عذرخواهی کنن میتونن برگردن، این گونه بحث درستی نیست. فتنه گری که با قصد براندازی انجام داده قصد برگشتی نیست، یعنی این رو حتما باید به عنوان یک جرم باهش برخورد بشه. ولی سلایق مختلف سیاسی و جریانات سیاسی خب طبیعتا در چارچوب قانون حتما میتونن فعالیتاش رو انجام بدن و باید هم انجام. در زمان آقای خاتمی به نوع نگاه، چون من معتقدم شخصیت آقای خاتمی با شخصیت جناب آقای احمدی نژاد در حینی که هر دوشون متعلق به انقلابن، بچه های انقلابن، نسل انقلابن و شاید یکیشون متعلق به نسل اول و یکی متعلق به نسل دوم، ولی دیدگاهشون و برداشتشون و نوع نگاهشون به موضوعات با هم کاملا متفاوتی و همه تفاوت نگاه به نظر من در نوع هماهنگی و کارها هم مؤثره. البته یه ویژگی های خوبی حتما آقای خاتمی داشتن، یک مشخصات خوبی هم آقای احمدی‌نژاد، در اینه که حتما اشکالاتی هم هر دوتا داشتن. من فکر میکنم آقای ویژگی برجسته آقای خاتمی این بود که آقای خاتمی یه مقدار آرومتر، جمعیتر و عرضم به حضور شما ملایم‌تر به کارها نگاه می‌کردند و پیش می‌رفتند، ولی در حوزه‌های این نقطه ویژگی مثبت خودشون بود، ولی در حوزه‌های اجرایی و تصمیم‌گیری جناب آقای خاتمی به نظر من یه مقدار کند تصمیم می‌گرفتند و بعضی اوقات تصمیم نمی‌گرفتند. این یک درسون فکر می‌کنم دقیقاً آقای احمدی‌نژاد نقطه مقابل این موضوع هست. شاید همفکری، کار جمعی یه مقدار آقای احمدی‌نژاد کمتر انجام میدن، ولی تصمیم‌گیری‌هاشون خیلی سریع‌تر، تندتر و پرتحرک‌تره. هم میتونه یه فرصت باشه، هم میتونه یک تهدیدتر باشه. نه اینکه به فکر آینده نبودم، ولی سعی کردم که در وضعیت فعلی که هستم تاثیرگذار برای آینده باشه، اون گونه آینده رو بسازید. طبیعتاً من یکی عنصر فعال در عرصه‌های سیاسی و اجرایی کشور هستم. الان که در شهرداری تهران هستم، حتما متمرکز بر این هستم که بتونم شهر تهران رو هم برای شهروندان خودش و هم برای در واقع کشورمون به عنوان مرکز سیاسی واقعا خوب بسازیمش و هم شهر تهران رو در بین کلان شهرهای دنیا
بتونم اون جایگاه واقعی خودش رو پیدا بکنه. من قولی رو به مردم شهر تهران دادم، به مردم کشورمون دادم که انشالله در 5 سال آینده، یعنی در انتهای سال 93 در شهر تهران از جهت حوزه آیتی و شهر الکترونیک جز 10 اول، یعنی در رنج در واقع 10 کلان شهر اول دنیا باشیم. در حینی که الان تقریبا حدود 42 و 43، یعنی 30 پله باید رشد پیدا کنیم و اگه امکان باشه. من همه فکر ذکرم این هست که شهر تهران رو به درستی پیش برم، ولی مطمئنم که اگر موفق باشم که این کار رو بکنم که مردم انجام بدم، حتما برای آینده سیاسی ما هم بود. سردار، با کسی تبانی میکنیم برای انجام کاری؟ تو زندگیم سعی کردم این کارو نکنم، ولی همیشه هم با خودم این نگاه رو داشتم که من فکر میکنم تو کشورمون تو این زمینه دچار مشکلیم. به عنوان یه مدیر، به عنوان یک کسی که در مدیریت هستم و یه شهروندم هستم، من فکر میکنم 3 تا خصلت، عذر میخوام از همه مردم عزیز، خواهش میکنم از جناب علی، 3 تا خصلت داریم، بودی خصلتا رو از خودمون دور کنیم یکم. یکی این که ما یاد گرفتیم که تقصیر رو قبول نکنیم، همیشه توپ رو بذاریم تو زمین یکی دیگه، با هم تعارف میکنیم. در حینی که من تعارف رو خیلی ارزشمند میدونم تو حوزه شخصی خودمون و آداب فردی خودمون، بسیار فرهنگ زیبایی است. و یک خصلت زشت دیگه توانی است، و من فکر میکنم این 3 تا مشکل جدی ما امروز تو جامعه هم. من ساکن منطقه قلهک شکایت به شهرداری تهران ارسال کردم، مبنی بر این که در محل باغ قلهک که فعلا در اختیار دولت انگلیس هستش، اونجا آتش سوزی صورت گرفته. کارشناسان تشریف بردن اونجا و طبق بررسی که انجام دادن مشخص شد که متاسفانه قریب به 310 درخت در محل باغ قلهک قطع شده و اونها رو اونجا آتش زدن. برابر رأی کمیسیون ماده 7، 561 میلیون تومان سفارت انگلیس محکوم شد که پرداخت بکنه، ضمن اینکه پرونده برابر مصوبه شورای انقلاب در سال 1359 قابلیت رسیدی قضایی در مرجع قضایی هم داشت. پرونده خدمت جناب دکتر قالیباف شهردار محترم تهران ارسال شد و ایشون دستور فرمودن که با توجه به تخلفی که سفارت انگلیس انجام داده، پرونده به مرجع قضایی ارسال بشه و مرجع قضایی رسیدی بکنه. البته امروز نماینده های مجلس هم از اعلام شکایت شهرداری تهران از سفارت انگلیس در خصوص قطع درخت‌های باغ قلهک حمایت کردند و از دستگاه قضا خواستند این شکایت رو با حساسیت بیشتری پیگیری کنه. واف با اشاره به سوابق استعماری انگلیس گفته در این باره توجه به 2 نکته ضروریه. اول اینکه سفارت انگلیس در تهران سالیان متمادیه که باغ قلهک رو تصرف کرده و این مطالبه هر ایرانی آزادیه که از نهادهای مسئول بخواد احقاق حقوق مسلم کشور رو در این موضوع به صورت فعال پیگیری کنند. و نکته دوم این که بر اساس گزارش‌های موثق در روزهای اخیر، عوامل سفارت انگلیس در اقدامی تعداد زیادی از درختان این باغ تاریخی را از بین بردند. وی با اشاره به اینکه نابودی بیش از 300 درخت قدیمی در فاصله زمانی کوتاه اقدامی نیست که بشه از اون چشم پوشی کرد گفته، به همکارانم در شهرداری تهران ابلاغ میکنم پرونده تخلفات سفارت انگلیس در باغ قلهک رو به قوه قضاییه ارجاع بدن تا دستگاه قضایی با دقت، سرعت و قاطعیت نسبت به اعاده حقوق شهروندان اقدام کنه. من میگم یه نماینده قول میده که من میام این جاده شما رو آسفالت میکنم، این پل روستایی رو میزنم، در زم شیر گاوتم برمیدارم میبرم، کودتم بهت میدم. چه ربطی؟ من دوست دارم که وقتی این نماینده مجلس یه حرف میزنه، این فصل ششم و هفتم، فکر کنم فصل ششم قانون اساسی رو اونجا میخونه، ما بفهمیم این وظیفه نماینده مجلس کجاییه که تو مجلس ختم شرکت بکنه، تو عروسی شرکت کنه، سربازی رو جا به جا بکنه، نمیدونم شیر گاو روستایی رو جا به جا کنه، پل و جاده آسفالتش رو درست کنه.
وقتی قسم خورد تو مجلس، اصلا وقتی نماینده شد مگه نماینده اون شهره؟ نه، نماینده ملت ایرانه. بله. خب چرا حرف میزنه؟ این قش در معامله نیست؟ خب بعد این قوره میده، بعد بنا هست بیاد. من حالا دیدم بعضی ها میگن که ثروت و قدرت درسته، ثروت و قدرت هم اینجاست. اون قوره میده بعد میاد نمیتونه، بعد وقتی لایحه بودجه میاد بود بره با یه جای دیگه ببنده، از یه چیزایی اون وظیفه اصلیش که قانون گذاریه بذاره زیر پا، وظیفه اصلیش که نظارته بذاره زیر پاش، وظیفه بعدیش که اعلام مواضع محکم از جنس شهید مدرسه بود بذاره زیر پاش، که خلاصه ده ها اشکال رو بپذیره در لایحه بودجه تا پل روستاش پولش حل کنه. شما فکر میکنید بعد مردم بود بیان به افرادی مثل بنده رای بدن؟ طبیعتا نمیدن. حتی من اینجا یه خواهش از مردم عزیزمون بکنم که خلاصه ضعفای بنده و امثال بنده رو خیلی در موضوعات مهمی مثل انتخابات اینجا با همدیگه تصویر حساب نکنیم. موضوع انتخابات یک موضوعی است که موضوع شخصی نیست، موضوع شهری نیست، واقعا یک موضوع تاثیرگذار برای عزت همه ما. به هر حال انتخابات هم تاثیرات داخلی داره در زندگی شخصی خودمون، که به هر حال ثمرات یک مجلس خوب رو ببینیم با انتخاب خوبمون، یک آثاری هم واقعا برای حیثیت کشور، برای اقتدار، برای عزت کشورمون، برای افتخار کشورمون هست. اگه یه جاهایی هم امثال بنده کوتاهی میکنیم، مردای ما سریع و رضایم حتما اونا هم میبخشن. نمیخوام بگم تحریم، بله تحریم حتما سخته، ما نبود بگیم تحریم هیچی نیست، هیچ اثری نداره. خب اثر داره، میفهمیم تحریم اثر میذاره، ولی باید بدانیم تحریم به میزانی که برای ما تهدیده، به حال من یه مدیر اجرایی، بیشتر از اون برای ما یک فرصته. من مثال دارم روشن خدمت شما عرض کنم. ما یکی از مشکلاتمون در حوزه اقتصاد که پیش نمیریم، وابستگی ما به نفته. آخه ما صادرات انجام دادیم. خب صادرات یعنی همه صادرات ما نفت آلودگی داره. شما اگه نفت ازش بیاری بیرون خالصش کنی دیگه صادراتی نمونه. اینقدر که اصلا بعد با کوچکترین کشورها هم قابل قیاس نیستی. مجلسی که رأی 10 میلیونی داشته باشه با مجلسی که رأی 40 میلیونی داشته باشه به نظر شما چقدر تفاوت میکنه؟ بالاخره مجلس شکل میگیره، ممکنه با 5 میلیون 10 میلیون 15 میلیون باشه. این دوتا به نظر شما تفاوت داره؟ بله. و اگه تفاوت داره کجا تاثیر میذاره؟ بله. تفاوت داره. نگاه کنید، به هر حال وقتی که قدرت نظام اسلامی یا هر قدرتی، حتی در قدرت‌های غیر نظام‌های اسلامی هم، به هر حال پشتیبانی مردم و میزان آراء مردم در هر موضوع اثر گذاره. مثلا این انتخابات واقعا یه جایی که من از مردم خواهش میکنم، میگم به کرده غلط افرادی مثل قالیباف شما نکنید بیاد در صحنه، همین جاست. چرا؟ به هر حال ما در حوزه خارجی دشمنان ما که دشمنان قسم خورده ما هستن، اینا هیچ نشون دادن از اول انقلاب تا الان با ما عناد داشتن. اونا همیشه میخوان به جامعه ما این رو تزریق کنن که شکاف عمیق وجود داره بین حاکمیت و مردم. ما کجاها آره باید ثابت کنیم این گونه نیست؟ یکی همینجاست. بله بله، خیلی تلاششون اینه، خیلی تلاششون اینه. شیوه های که خیلی هم کاملا حس نمیشه از همینجاست، ولی از همینجاست که من از مردم بزرگوارمون عاجزانه خواهش میکنم که اگر اشتباهی بنده و امثال بنده کردیم، این رو به بزرگواری خودشون ببخشن و ما هم قول بدیم دیگه اشتباهاتمون رو تکرار نکنیم، با سعی و خطا حرکت نکنیم، بیایم از اساس عزت ملتمون در این شرایط حساس. من این را بگم، شرایط ما هم در حوزه خارجی واقعا شرایط حساسی است، دنیا در نقطه حساسی است. من نمیخوام ساده اندیشی کنم بگم که آمریکا فردا صبح
سقوط میکنه نمیدونم. من خیلی از این بحثای اینطوری بلد نیستم بگم.